اینجا بلوچستان، چابهار، میارجل. خوش آمدید به در جریان بلوچستان. اینجا کوه مبارک است، شرق هرمزگان در شهرستان جاسک. از اینجا تا همین جایی که من هستم چابهار و دوباره از اینجا تا گواتر در شهرستان دشتیاری، آخرین نقطه صفر مرزی اسمش سواحل مکران است. مکران نام قدیمی بخش مهمی از بلوچستان با یک پیشینه تاریخی گسترده است. سواحل مکران اهمیتش به اقیانوسی بودنش است. در واقع از همون کوه مبارک به اونور تنگه هرمز و خلیج فارس است. یک محدوده محدود و آسیب پذیر. چرا میگم محدود و آسیب پذیر؟ چون تو جنگ و بمباران و چه تو دسترسی به بازارها و آلودگی یک محدوده محدود و آسیب پذیر است. یک مثال بمون. سال 1162 بمباران بسیار سنگین برادر خلیج فارس، حضور گسترده آمریکایی‌ها و پرواز مستمر جنگنده‌های عراق یک لحظه به ایران فرصت نفس تازه کردن دادند. خب تمام برادر خلیج که بسته شدن، چجوری کالای اساسی و تجهیزات مورد نیاز ایران وارد شه؟ بهترین گزینه خارج از خلیج فارس همینجا سواحل اقیانوسی مکران. کشتی‌های کالای اساسی و تجهیزات مهمان اینجا تخلیه شدن و ایران تونست شرایطش رو مدیریت کنه. فرض کنید یک روزی با این آشوب‌های روزافزونی که تو خاورمیانه هست تنگه هرمز بسته بشه. دوباره برمیگردیم به همون دهه 60. چابهار مأمن ایران میشه. پس بهتر از همین حالا به فکر انتقال صادرات و واردات به سواحل مکران به جای سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز باشیم. این بودی که مسار زدم بود امنیتی و نظامی بود. از نظر اقتصادی هم سواحل مکران اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. این یک کشتی هست، کشتی کالای اساسی، تجهیزات، هر چیزی. داریم از اقیانوس هند به سمت ایران میریم تا تخلیه کنیم. وارد دریای عمان میشیم، از کنار چابهار همینجا دفتر و دستک میارجل رد میشیم، میریم تنگه هرمز، از اونجا هم رد میشیم، میریم بندر شهید رجایی، بندر عباس و یا بندر امام خمینی بوشهر و در نهایت تخلیه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی لقمه رو اینجوری بردیم. بهتره که همینجا تو چابهار تخلیه بشیم، نه؟ سواحل مکران در یک طرح گسترده عمرانی در حال توسعه است و ایران داره خیلی آروم آروم از بنادر خلیج فارس به بنادر مکران اسباب کشی میکنه. قطبهای مکران چابهار و جاسک. چابهار قراره بزرگترین بندر ایران بشه و جاسک هم بزرگترین بندر نفتی ایران، جایگزین بنادر خلیج فارس. سوپاپ اطمینان ایران یعنی همه صادرات، واردات و ترانزیت کالای تجاری از چابهار و جاسک باشه. ناگفته نمونه، همه کشورها به این نتیجه مشترک رسیدن که خلیج فارس محدود و آسیب پذیر و دارن اسباب کشی میکنن. برای مثال عربستان بخش مهمی از صادرات نفت خودش رو از خلیج فارس به دریای سرخ منتقل کرده و بنادر خارج از خلیج مثل سوهار و دوقم کشور عمان و گوادر پاکستان با سرمایه‌گذاری عظیم دارن خودشون رو آماده میکنن تا جایگزین ابر بنادری مثل جبل علی و دبی امارات بشن. ایران هم توسعهش خیلی کنده و تقریبا از رقباش یک عقب ماندگی جدی داره. مهمترین دلیلش عدم یک مدیریت جدی و یک پارچه در سواحل مکران است. مهمترین مانع ما که من عرض کردم برای توسعه منطقه بحث نظام اداری بوروکراتیک، تنبل، سست، در بعضی از موارد فاسد خود حکمرانی منطقه است. مینا صادقی از تیم رصد و ارزیابیمون نگاهی تاریخوار کرده به تلاشهایی که تاکنون برای مدیریت یک پارچه سواحل مکران ناموفق بوده است. امیر حسین تلاش‌ها برای اداره مکران در سه دهه ابتدای انقلاب محدود به تعیین منطقه آزاد چابهار در سال 1368 در برنامه اول توسعه میباشد. سال 1387 با دستور رهبر شرق تنگه هرمز به عنوان منطقه راهبردی نیروی دریایی ارتش شناخته شد و توسعه این بخش از سواحل جنوب کشور به این نیرو واگذار شد. سال 94 تشکیل ستاد توسعه سواحل مکران در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد. سال 95 طبق ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دولت اجازه داد تا به محوریت تشکیل سازمان توسعه مکران در چارچوب قانون سازمان منطقه آزاد کشور فعالیت کنه. سازمانی که هرچند اساسنامه‌اش هم در دولت تصویب شد ولی هیچ وقت اجرایی نشد. در میانه سال‌های 95 تا 98 ستاد توسعه مکران در وزارت دفاع تشکیل شد و بعد به وزارت راه منتقل شد. سال 98 هم شورای توسعه مکران زیر معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد و اختیارات آن به وزارت راه منتقل شد.
دی ماه 1400 معاون اول رئیس جمهور شورای توسعه مکران را از وزارت راه به ذیل خودش منتقل کرد. در آخرین تصمیم هم اخیراً آقای دهقان به عنوان دبیر اجرایی این شورا از سوی رئیس جمهور منصوب شد. گفته شده قرار اختیارات گسترده‌ای هم به دبیر شورا برای پیشبرد پروژه‌ها واگذار بشه که حداقل امیدواریم این عملی بشه و سرنوشت سازمان و شورا و ستاد توسعه مکران رو پیدا نکنه. امیرحسین دیوان محاسبات گفته متوسط تخصیص بودجه به طرح‌های راهبردی سواحل مکران علی‌رغم اهمیت بسیار بالای این سواحل از متوسط تخصیص کشوری کمتر است. مراکز تحقیقاتی هم برآورد کردند پروژه‌های راهبردی سواحل مکران مجموعاً کمتر از 20% پیشرفت فیزیکی دارند. یک عقب‌ماندگی بسیار فاحش و یک حرکت بسیار کند. این ناهماهنگی و کندی در توسعه تا جایی است که شخص اول مملکت یک تیم رو سال 96 به چابهار فرستاد تا وضعیت پروژه ها رو جویا بشن. زیر ساخت های لازم برای اینجا بسیار مهمه، از جمله راهن و جاده و فرودگاه که طبیعتا جزء برنامه ها هست، منتها عقبه، بایستی که انشالله تسریع بشه که زودتر اجرا بشه و به نتیجه برسه. خب حسین بلوش در آن سوی استودیو برآوردی از نظرات مردمی و بیویج فعالین درباره سواحل مکران و اهمیت یک پارچه سازی اون رو درآورد. همین حسین، من با چند فعال از جمله فعال اجتماعی و مولوی صحبت کردم درباره این مدیریت یک پارچه. جالبه بدونید این مدیریت یک پارچه به صورت عامیانه تر در ادبیات قومی و مردمی این منطقه هم وجود داره که واقعا خودشون هم دیگه خسته شدن از این روند خیلی کند توسعه. یه چند تا مصاحبه گرفتیم با هم دیگه، می‌بینیم و مجدد برمیگردیم به تو. این روند این کار خیلی کند است و تا حدی در حد شعار بوده، زیاد محقق نشده. انشاءالله سعی بکنی عزیزانی که مسئولانی که در این زمینه با هم مرتبطند حتما اینو سریعا پیگیری بکنند تا این توسعه سواحل مکران محقق بشه. توسعه منطقه زمانی اتفاق میفته که ابتدا سرمایه انسانی آن منطقه توسعه پیدا کنند. بله، توسعه به صورت خیلی کند داره شکل میگیره و این به نظر من برمیگرده به در واقع مدیریت های ناصحیح، هماهنگی هایی که وجود نداره و انشالله که اگر این یک پارچگی بیشتر بشه و بشه در واقع به نحوی مدیریت کرد، شاید این ریل توسعه سریعتر به سرانجام برسه. این نهمین قسمت برنامه در جریان بلوچستان. به زودی یک فصل جدید با ایده ها و خبرهای جدید رو شروع میکنیم. خیلی ممنونیم که ما رو میبینید، به همون نقد میکنید و به همون پیشنهاد میدید. معیارجر آندرلاین آی آر، راه های ارتباطتون. ارتباطتون رو با همون حفظ کنید و شب آرام داشته باشید.